ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحال استیم که باز در یکی از برنامه های جدیدی دیگری در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار استیم در هر جایی که هستید صحتمند و سربلند و کامیاب و موفق باشید. بحث امروزی ما در مورد توهین و شعائر دین هست و یا اهانت از دیدگاه اسلام به شعائر دینی ما چی حکمی دارد. بدون شک برنامه امروزی ما هر بیننده وقتی ببیند متوجه می شود که در ارتباط به جواب خانم آریانا سعید است. ویدیویی که در این روزها جنجال برانگیز شد در صفحات مجازی و اهانت و یا توهینی که به خواهران محجبه ما توسط یک خواننده و یا یک آوازخوان صورت گرفته، خواستیم پاسخ خانم آریانا سعید را به صورت منطقی و ادبی ارائه بکنیم. ما اهل توهین و تحقیر دیگران نیستیم. می خواهیم از نظر منطق، استدلال، از نظر دین این قضیه را بررسی بکنیم. و من ملا و مولانا و مولوی و آخوند و صوفی هم نیستم. یک محصل در بخش ماستری تعلیمات هستم. خواستم که جواب درست و قانع کننده ای برای خانم آریانا سعید داشته باشم. توهین از نظر دینی مبین اسلام به شعائر دینی انسان را به کفر می کشد. چرا؟ اهانت به شعائر الله کار منافقین هست. وقتی در قرآن مراجعه کنید در صدر اسلام میبینید که اونجا زمانی که منافقین توهینی میکردن، اهانتی به شعائر دین میکردن، یا به نماز، یا به روزه، یا به حجاب، یا با اهل دین، یا به پیامبر، یا به اصحاب پیامبر، وقتی از ایشان سوال میشد اونها میگفتن ما کدام منظوری نداشتیم، فقط منظور ما بازی بود، ساعت تیری بود. ولئن سألتهم ليقولن، اگر از ایشان سوال بکنید که چرا اهانت کردید شما به دین و شعائر الله توهین کردید، لَيَقُولُنَّ هَرْ آینه میگوین اینما کنا نخوض و نلعب. قل بگو ای پیامبر، ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا شما با خدا و آیات خداوند که قرآن است و پیامبران الهی توهین و تمسخر و استهزا میکنید؟ این کارتان قابل قبول نیست. و قرآن میفرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که شعائر خداوند را، شعائر دین الله را مورد حرمت قرار بده، مورد احترام قرار بده، مورد عزت قرار بده، او از تقوا و پاکی قلبی او هست. نکته جالب اینجاست. امروز هر انسانی بی ادبی وقتی توهین به شعائر الله میکنه، وقتی توهین به دین میکنه، اگر برش بگی نماز بخوان میگه قلبم پاک است، زکات بده قلبم پاک است، حج برو قلبم پاک است، حجاب رعایت بکن قلبم پاک است، کار بیبندوباری و کار زشت، عملی که مورد رضای خدا و رسول نیست انجام ندهید، میگه مهم این است که قلب ما پاک باشه. در حالی که خدا میگه قلب کسی پاک است که حرمت و احترام دین را داشته باشه، قلب کسی پاک است که تعرض به حقوق دیگران نکنه، قلب کسی پاک است که خودش را از دیگران پایین تر بشماره نه بالاتر. بنابراین میخواهیم پیام درست داشته باشیم برای کسانی که از این خانم محترم طرفداری میکنن، یعنی از آریانا سعید. چند نکته ای که آریانا سعید در صحبتهایش تکرار کرده من میخواهم جوابش بدهم. یکی خود توهین به حجاب کردی. توهین به حجاب توهین به شعائر الله هست. الله تبارک و تعالی میفرماید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یضنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن. الله اکبر. این پیام حجاب است از طرف الله. رعایت کردن حجاب و یا احکام حجاب، قولی من و امثال من بیا افراد دیگر، ملا و آخوند و استاد و صوفی نیست، حکم الله است. خانم محترم آریانا سید، اگر به خدا باورداری، به قیامت باورداری، به روز آخرت معتقد هستی که خودت هر لحظه تکرار میکنی مرگ را یاد میکنم و من نماز میخوانم و روزه میگیرم و فلان و فلان، نباید به حجاب زن مسلمان توهین بکنی. توهین به حجاب توهین به دین است، توهین به قرآن است. کسی که به یک آیه قرآن اهانت بکند گویا به کل قرآن اهانت کرده. اهانت شما به حجاب است. حجاب متن از متون قرآن است. نباید حرف زدنی تا باید دقت بکنی چی میگی.
و تو چه کسی هستی؟ فکر کنم خودت به نظر خودت خیلی یک شخصیت والا جلوه میکنی. 4 نفر امثال خودت افرادی بی‌بندوبار برات گفتن هنرمند محبوب یا قهرمان یا به اصطلاح ازت استقبال کردن که اونها هم نوعان خودت هستن. تو فکر کردی که در جهان حرف اول میزنی؟ تو هیچ کسی نیستی. معلوم نیست خودت سر پیاز هستی به قول معروف مردم یا کون پیاز یا وسط پیاز. نکته دیگر، جناب عالی فرمودید که از حجاب زنان و از زیر حجاب زنان بوی تعفن می آید. من یک مثال میدم. ممکن اگر با یک زن محجبه روبرو شدی که ازش بوی عرق داده، یک فرد بوده، جرم عمل فردی هست، نمیشه با او کل امت رو مقایسه بکنی. توهین خودت به 1,800,000,000 مسلمان در دنیا برمیخورد. من اگر بگم یک آوازخان زنا میکنه، تنفروشی میکنه، از عیاشی پول پیدا میکنه، مگر این حرفم شامل میشه که همه آوازخان ها چنین است؟ هرگز. ممکن همه نباشن. ممکن یک کسی تنها آواز میخوانه، از طریق آوازخانی پول به دست میاره. ممکن کاری دیگر انجام نده. من نمیتونم این قضاوت رو بکنم، توهین بکنم، تحقیر بکنم، تهمت بزنم برید. او به الله معلوم است که چه کسی خوب است و چه کسی بد پشت پرده. ولیکن تو این حق نداری که همه زنان محجبه ای که حجاب عزتی زن است، شخصیتی زن است، شرافتی زن است، صلاح زن مسلمان است، وقار زن مسلمان است، عظمت به جایگاه زن مسلمان با حجاب تثبیت میشه. الله میگه حجاب برای شما بهتر است تا شما از زنان بیبندوبار، زنان رقاصه، زنان که دنبال فحشا و منکرات هستن شما شناخته شوید. معیار تفکیک بین زن خوب و بد مسلمان حجابش است. ای حجاب یک امر معمولی نیست. و مسئله بعدی، جناب عالی با خدا چلنج دادید، گفتید باش خدا مرا عذاب کنه، خدا مرا چنان کنه، من حاضرم، خدا هر چی در حقم انجام میده. تو کسی نیستی ممکن با 60 یا 70 کیلو وزنیت که در برابر خالق زمین و آسمان چلنج بدی. او ذاتی که والله علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی او قدرت به توانایی داره، و تو در برابر او چلنج بده که او مرا به عذاب بکنه. فرعونم ای حرف رو میزد، قارونم ای حرف رو میزد، ولیکن چه شدن در نتیجه؟ خیلی از تو قدرتمندترای نیرومندترای بودن در تاریخ بشریت که ای حرف زشتر زدن، ولیکن مؤاخذه شدن با عملشان، با حرفشان، با گفتارشان. پروردگار سنتش بر این است که انسان را به بسیار از گناه‌ها ممکن مؤاخذه نکند، ولی با زمانی که انسان کبر کند، با کبر و غرور انسان را مؤاخذه میکند. فرعون هر جنایتی را انجام داد، خداوند او را مؤاخذه نکرد، ولیش فرصت داد. ولی زمانی که فرعون گفت نمیگذارم موسی در دنیا پیدا بشه، الله قسم یاد کرد و عزت و جلالم که اگر موسی را در دامن خودی تربیت نکردم، باز هر چی می‌خواستی بگو. تو کسی نیستی با خدا چلنج بده که خدا مرا به عذاب کن. خدا هر چی در حق میخواه بکن. به ایوازیزی که معذرت بخوای از پروردگار، استغفار بکنی، معذرت بخوای، توبه بکنی، بر بگردی از اعمالت، تو با خدا چلنج میدی. نکته ودی در صحبتهای جناب عالی، شما گفتید من مرگ خیلی زیاد یاد میکنم. خیلی جالب هست، کسی که مرگ زیاد یاد بکند چنین اعمالی را انجام نمیده. رقاصی و آوازخانی و به اصطلاح خدای ناکرده فحاشی و در میدیا و در صفحات مجازی و تلویزیون به برابر هزارها و میلیونها بیننده با تنی نیمه ورهنه ظاهر نمیشه. حالت تو خانم آریانا سید فکر کنم به حالت بنی اسرائیل شباهت داره. تویی که ادعا داری من قرآن قبول دارم و خدا را قبول دارم و نماز میخوانم و روزه میگیرم و چنان میکنم و چنان، در بنی اسرائیل بودن افرادی که نیمی از دین قبول داشتن، نیمی از تورات قبول داشتن، و نیمی دیگرش کفر ورزیده بودن. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. تو نمازش قبول داری، روزهش قبول داری، حجابش قبول نداری. چرا؟ در حالی که همو خالقی که امر بر روزه و نماز کرده، همو خالق امر بر حجاب کرده. و پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماین مرگ زیاد یاد کنید، چرا که مرگ شما را از گناه کردن منع میکند. تو چی گونه مرگ یاد میکنی؟ چی گونه تو میگه هر صبح و شام مرگ در نظرم هست، در حالی که خودت غرق در معصیت و در گناه شب و روز سپری میکنی؟
و نکته دیگری جناب عالی گفتید گناه از نظر شما چی هست؟ تو فکر کردی که گناه هر کس میدونه آدم کشتن، قتل ناحق، شراب خوردن، زنا کردن، غصب کردن زمین، سود، رشوت، ربا اینها گناه هست. اما به نظر جناب عالی فکر کنم که این بیبندوباری ها، این رقاصی ها، این آوازخوانی ها، این اختلاط با زن و مرد، این دست دادن و بوسه زدن روزانه با صدها نفر پایین و بالا شدن و از طریق نامشروع پول به دست آوردن، این فکر میکنم به نظرت گناه نیست؟ بی حجابی و بی بندوباری به نظرت گناه نیست؟ اگه گناه فکر نمیکنی و باز تو به حجاب خواهر مسلمان تعرض میکنی. و نکته بعدی جناب عالی چلنج دادی، گفتی ما خوب زندگی داریم و عیاشی میکنیم و هر روز سفرهای خارجی داریم و این طرف و آن طرف، شما از نیت بدتان هست که به اصطلاح پول نداریم، زندگی نداریم، با مشقت زندگی میکنیم. خانم آریانا سعید محترم، اگر معتقد با کتاب خدا هستی، یعنی اگر با قرآن ایمان داری، حرفم این است، اگر باور نداری که مشکلی نیست، اگر با قرآن ایمان داری، به ادعای خودت که روزه و نماز میخوانی و مرگ زیاد یاد میکنی، این قرآن میگه این زندگی الله بین شما تقسیم کردن، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، الله این زندگی تقسیم کرده، به یکی علم داده، به یکی جمال داده، به یکی ثروت داده، به یکی قدرت داده، به یکی اندام خوب داده، به یکی زبان فصیح داده. این کار الله هست، نه کار تو. اگر تو فکر میکنی زندگی فقط همیست که چهار روز عیاشی کنی در دنیا بگردی و هرچی خواستی انجام بدی، این زندگی نیست. ممکن او خواهر محجبه به اندازه خودت پول نداشته باشه، سفر خارجی نداشته باشه، ولی وجدان راحت داره، زندگی راحت داره، آسوده خوابیده هست، امنیت داره، آسایش داره، عزت داره، وقار داره، جایگاه داره در پیش خدا و رسول و دین و پیش انسانهای مؤمن ارزش داره. ولی تو فکر کرده که زندگی همیست که از طریق غیر مشروع چار روپیه پول یا از طریق آوازخانی و رقاصی و خدای ناکرده اگر خودت باشی یا کسی دیگری باشه تن فروشی پول به دست بیاوره. من نمیتونم برای تهمت بزنم، ولی ممکن افرادی دیگری باشن، هم نوان خودت باری. با این پول زندگی کردن زیبا نیست. و دائم شعارت ای هست که ما خدمت میکنیم، هنرمندا خدمت به این مملکت میکنن. من یک سوال دارم از مجموعی کسانی که شما به نام هنرمند هستید، آوازخوان هستید، کسایی که عاقل هستند وقتی خواندن شما را گوش میکنن خجالت میکشن که شما چی میخوانید، شما چی خدمت کردید به این مملکت، کدام پل آباد کردید، کدام راه ساختید، کدام مکتب ساختید، کدام شفاخانه را ساختید، کدام مریض تداوی کردید، حداقل گوشی از این مملکتی بیچاره و بدبخت که در هلاکت و بدبختی به سر میبره، کدام قسمت از گوشه زیر آباد کردید؟ شما به غیر پول پیدا کردن و عیاشی کردن و یک روز به تاجیکستان و یک روز به آمریکا و اروپا و این طرف و آن طرف، دیگه چی خدمت کردید به این مملکت؟ ما امروز نیاز به رقاصی و خواندن نداریم. این ملت نیاز به لقمه نانی داره، این ملت نیاز به تعلیم و تعلم داره، نیاز به متخصصین داره. با شما هیچ نیازی نیست. اگر شما باشید یا نباشید، این مملکت سر پای خود هست. شما که درد از این مملکت دوا نمی کنید، چه خدمتی کرده شما به این مملکت؟ بفرمایید، بگویید که حداقل چند مکتب و پانتون و دانشگاه یا به اصطلاح حداقل یک میدان فوتبال ساختید، دیگر بگذارید کنار. چی کرده شما به این مملکت؟ و همچنان نکته دیگری جناب عالی گفتید که من نماز میخوام. خانم آریانا سعید، یکی از شرایط قبولیت نماز، پذیرش نماز، حجاب است. وقتی تو به مقابل میلیون ها انسان نیمه برهنه حاضر میشی، حجاب رعایت نمیکنی، سرلوچ و پایلوچ، کالای نیمه قله پوشیدی، تو چگونه نماز میخوانی؟ المرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها وقدميها، زن همه وجودش عورت است مگر چهرهش، صورتش، به از مچ دستش تا قدمای پایش که عورت نیست، دیگه همه وجود زن عورت است. تو چگونه نماز میخوانی؟ و باز هم ما نمیگم تو نماز نخوان، نماز بخوان، روزه بگیر، ذکر و تسبیح و تحلیل کن، استغفار کن، کمی به هوش بیا، بازگرد. ممکن این فرصت دیگه برایت مساعد نشود، فرصت توبه را از دست بدی، برگرد با خدایت رجوع کن، یک مقدار در حد اقل همون ویدیویی که ثبت کردی خودت برو صحبتهایت یک دفعه گوش کن، تو چی گفتی در اونجا؟
چی کردی؟ و در آخر پیام دارم به جناب حسیب سعید، شوهر خانم آریانا سعید. جوان عزیز، برادر عزیز، تو مرد هستی، یک جوان افغان هستی. افغان ها انسان های بی غیرت را نمی خواهند. من یک شعر را می خوانم، امیدوار هستم که پیامت را گرفته باشی، مطلبت از این شعر. شاعر میگه زن مثال گل بود در باغ و بستان جهان، زن مثال گل بود در باغ و بستان جهان. مردی او اندر مثل باشد چو مردی باغبان، باغبان باید که دیواری کشد در دور باغ، تا که گل محفوظ ماند از دست بردی این و آن. تو چی گونه افغان هستی؟ چی گونه غیرتی داری که مثل گودیگک باری به دور آریانا هر لحظه چرخیده روان هستی و در محضر میلیون ها انسان او را ظاهر میکنی با تن نیمه برهنه و باز خودت ادعای غیرت هم میکنی، ادعای افغانی بودن هم میکنی، ادعای شهامت هم داری، ادعای خدمت هم به مملکت داری. بنابراین باز هم تکرار میکنم، من کسی نیستم که توهین و تحقیر به شما بکنم، فقط به عنوان یک جوان مسلمان خواستم پیامم را به شما برسانم و مسئولیتم را در قبال این کلامت ادا بسازم و از آبرو و عزت و حجاب خواهران محجبه ما دفاع بکنیم. امیدوار هستم که در هر جایی که هستید این برنامه را دیدید، به دیگران هم به اشتراک بگذارید تا ببینن. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.